راه آزادی، میزگردی با اهل اندیشه و تجربه، تهیه و اجرا پری عسگری، برنامه‌ای از الوند تیوی. گرم‌ترین درود ها خدمت بینندگان نازنین رسانه الوند. آرزو میکنم هر جای جهان هستید و برنامه ما را میبینید شاد و تندرست باشید. امروز من پری عسگری هستم. امروز 16 سپتامبر 2019 است، برابر است با 25 شهریور 1398 در ایران. در این برنامه در خدمت جناب جهانگیر لوایی، اقتصاددان و کنشگر سیاسی از آلمان هستیم. تأثیر تحریم‌های آمریکا در تازه‌ترین نگاه چیست؟ قراردادهای ننگین کشورهای روس، چین و اروپا با رژیم و تأثیر آن روی ایران، بررسی اوضاع اقتصادی سیاسی رژیم و تکلیف ایران در این وانفسا چیست؟ موضوعاتی است که با میهمان بسیار گرانقدر امروز در برنامه راه آزادی مطرح خواهم کرد و نگاه جناب لوایی را به این موضوعات در واقع میشنم. درود بر شما جناب لوایی گرامی، خوش آمدید به برنامه خودتان. امیدوارم که خوب باشید. جناب لوایی، پرسش من این است که تحریم ها و وضعیت رژیم الان چگونه است؟ چشمانداز وضعیت اقتصادی ایران با به هر حال وضعیتی که رژیم به وجود آورده، با این همه در واقع بی‌کفایتی رژیم به کجا منتهی خواهد شد؟ بفرمایید لطفا. من هم خدمت شما درود میفرستم، در این حال تشکر میکنم از دعوتی که از من کردید و همینطور درود میفرستم به هموطنان عزیز. بر اساس آخرین به اصطلاح حالا اطلاعاتی که یا آماری که انجمن اقتصاددانان یا به مجمع اقتصاددانان مستقل در ایران دادن، شاخص به اصطلاح فلاکت در ایران به 50% رسیده. این چیزی بوده که شاید چند سال پیش حدوداً مثلا 25% بوده و منظور از شاخص فلاکت یعنی کسانی که زیر خط فقر مطلق هستن و وضعیت بسیار اسفناکی دارن. این خود رژیم در واقع بخشی از مقاماتشون بعضی مواقع آمارهایی رو میدن که عملا میشه گفت با این که میتونه عمدتا درست نباشه، یعنی بیش از اون چیزی هست که اینا میگن، مثلا حدود 15 میلیون نفر به اصطلاح در اطراف شهرها هستن، یعنی کسانی هستن که جا و مکان درستی ندارن و یا دیگه این الان خودشون هم اذعان میکنن، ادعای قبض هستن، قبض خواب دارن، بسیاری واقعا کارتون خواب کردن، سال هاست به اصطلاح میگن کارتون خواب. خب میلیون ها کودک، اون چی که مصطلح شده میلیون ها کودک کار، یعنی کسانی که کودکانی که از سن 6 سالگی به اصطلاح یا کمتر شروع به کار میکنن به دلیل اینکه حداقل معیشت زندگی رو بتونن، واقعا حداقل رو در بیارن، به صورت بسیار اسفناک یا وحشتناک. خب این قیمت ها نسبت به 18 ماه گذشته مواد خوراکی ما بین 200-500% افزایش داشته، در حالی که مثلا دستمزدها امسال نسبت به سال پیش فقط 30-40% افزایش پیدا کرده. خب این همه اینها تفاوت‌ها
باعث به اصطلاح فقر و بدبختی و اون چی که به اصطلاح شده شاخص فلاکت و مملکت شده. خب این ناشی از سیاست های غلط این رژیم هست. الان به عنوان مثال 9 تا از بانک ها اینها حدوداً 56 هزار میلیارد تومان بدهی دارن، یعنی بدهی که دارن 5 برابر سرمایه هست که اینها به اصطلاح سرمایه ثبت شده دفتریشون هست، که چیزی که در هیچ جای دنیا نمیتونه اتفاق بیفته. خب این 9 تا بانک مثلا بانک سرمایه هست، بانک ملت هست، بانک گردشگری هست، نمیدونم، و به اصطلاح بانک صادرات و ایران زمین و اقتصاد نوین و 2-3 تا بانک دیگه. خب این وضعیتی که اینها از نظر سیستم مالی دارن و علاوه بر این، خب اینا 2 تا به اصطلاح صنعت بزرگ خودروسازی دارن، یکی به اصطلاح کارخونه خودروسازان و دیگری سایت ها. این هم وضعیت بسیار، اینها هم اسفناکی رو دارن، یعنی این 2 تا به اصطلاح واحد ماشین صنعتسازی، صنعت ماشین سازی ببخشید 57 هزار میلیارد تومان بدهی دارن. البته خب معلومه یه مقدار تحریم ها اثرگذار هست. لطفا جناب لقایی کم بلندتر صحبت کنید. معلومه تحریم ها اثرگذار هست، ولی اون چی که عامل اصلی و اساسی این مسئله هست در واقع این سیستم و این نظام هست. هیچ ربطی هم به هیچ فردی نداره. این هر کسی در درون چرخه این سیستم قرار بگیره مدیریتی بهتر از این نخواهد داشت. اینا در بخش کشاورزی این چیزیه که سازمان خاربار و کشاورزی به اصطلاح سازمان ملل متحد اعلام کرده. این مجموعاً 30% به اصطلاح پربار و میوه‌جاتی که در ایران تولید میشه از بین میره، یعنی قادر نیستن بفروشن کشاورزان. علت اصلیش هم اینه که خب اینها به دلیل اون رانتی که عده‌ای وابستگان به حکومت یا نزدیکان خود عاملان اصلی که در بالاترین رأس به اصطلاح مدیریت قرار دارن، اینها با عرض به اصطلاح دولتی یا رانتی باعث میشه که اینطور اجناس رو ارزان وارد بکنن و بعد اون با اون وضعیتی که در ایران هست مثلا 30% محصولات کشاورزی نتونه بره. این یعنی حدودا 35 میلیون تن در سال ضایعات هست، چون تولیداتی که بر اساس پیشبینی همین سازمان کشاورزی و خاربار جهانی اعلام شده حدودا 117 میلیون تن به اصطلاح ما تولیدات میوه‌جات و سبزیجات داریم که از این 35 میلیون تنش از بین میره و این معادل هست با 9.3 میلیارد متر مکعب آب. کشوری که با کمبود آب مواجه هست به دلیل برنامه‌ریزی غلط در تمام زمینه‌ها، اون به اصطلاح من کوتاه در رابطه با بخش صنعت ماشین‌سازی گفتم، این هم در رابطه با کشاورزیش. البته اینها فقط یک نمونه هست، صدها نمونه دیگه هست. اینا همه چیز مملکت رو نابود کردن با این وضعیتشون و این هیچ ارتباطی نداره واقعا با تحریم‌ها، بلکه با مدیریت اینها هست. و خب این روشنه دیگه، بخشی از این درآمدی که این مملکت داره چپاول غارت میشه، بخشیش هم که هزینه به اصطلاح تروریسم
و درست کردن سلول های تروریستی در کشورهای دیگه مثل مثلا هشت شعبی در عراق یا چه میدونم حزب الله در لبنان، حماس در فلسطین و در سوریه، در پاکستان، افغانستان، فاطمیون، زینبیون و انواع اقسام چیزهای دیگه ای که وجود داره. خب یه مملکت با 80 میلیون، 82 میلیون جمعیت و دچار چنین رژیمی بشه و تازه بخشی از پولها یا بخش عمده ای از پولها هزینه برای تربیت نیروهای به اصطلاح شبه نظامی تروریستی در کشورهای دیگه بشه، بخشش هم که چپاول غارت میشه، یه مقدار دیگه ایش هم که به نهادهای مذهبی در داخل ایران، امام جمعه ها و نمیدونم انواع و اقسام و حوزه های علمیه قوم و حوزه های علمیه ای که یا حوزه های تربیت آخوندی بهتره بگیم در کشور و در خارج از ایران که به اصطلاح میخوان شیعیان رو در اونجا هم گسترش بدن. خب دیگه چه چیزی واقعا برای ملت میمونه؟ نتیجهش این میشه که علنا فرض کنیم در روزنامه ها آگهی میدن که حاضرن بچه دو ماهاشون بفروشن، آگهی میدن کلیهشون رو میفروشن، آگهی حتی میدن که حاضرن یک چشمشون رو بفروشن. خب دیگه یه همچین وضعیتی و معلومه که میلیون ها قدرت کار خواهد بود، 50% جمعیت در فلاکت یا به اصطلاح زیر خط فقر مطلق به سر ببرن. خب این ناشی از مدیریت این هست. اینه که این واقعا ایران دچار وضعیت بسیار اسفناکی هست از نظر اقتصادی. ارزش پول ملی ما در این 40 ساله نزدیک به حدودا 1190 به اصطلاح مرتبه ارزشش نسبت به پولهای معتبر جهانی مثل دلار و سایر پولها کاهش پیدا کرده. در واقع دلار بالا نرفته بلکه این پول ملی ایران است که ارزشش میاد پایین. این هست که خب یه همچین وضعیتی معلومه که چنین شرایطی هم در ایران ایجاد میکنه و میلیون ها نفر، خب 7 میلیون انسان یا 5 میلیون به هر حال آمار دقیق از خارج شدگان در ایران نیست ولی حد زده میشه ما بین 5 تا 7 میلیون ایرانی در خارج از ایران دارن زندگی میکنن. اینا به چه دلیله؟ اتفاقا همین چند یکی دو ماه پیش صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که در میان 91 کشور جهان که اینا آمار گرفتن ایران در رده اول قرار داره در رابطه با فرار مهسا، یا بهتر بگیم در رابطه با نیروی کار فعالی که از اون مملکت میخواد خارج بشه. خب این واقعا وحشتناکه، در حالی که در سال 1344 و در سال 1354 که هر دوی اینها را هم به اصطلاح سازمان ملل کشورها را آمارشون داده که تعداد خارج شدگان یا تعداد مهاجرین یا فرار مهسا چقدر هست، ایران جز 5 کشوری هست که کمترین مهاجران رو در جهان داره، یعنی رقمی تقریبا نزدیک به 0، 0.1%. و خب یعنی یه چیزی نزدیک به 0. و حالا وضعیت اینجا رسیده که ما در جهان مقام اول رو در به اصطلاح فرار مهسا یا فرار نیروی کار فعال از کشور اون داره. خب این همش ناشی از مدیریت غلط این هست. حتی این تحریم ها هم ناشی از مدیریت غلط این هست. چه دلیلی داره و برای چی اصلا ملت مگه خواهان چون چیزی هستن که شما با کشورهای جهان درگیر بشید، با امریکا، با اسرائیل و سایر کشورهای دیگه و یه همچین وضعیتی رو بروشید بیارید؟ و اصلا چه دلیلی داره که شما هسته های تروریستی در کشورهای مختلف ایجاد بکنید و به زعم خودتون برای باجگیری از دولت ها، ولی حالا همین این شده تناب داری به گردن خودشون، چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی. از نظر خارجی که داریم الان میبینیم در واقع
سالهاست هیچ کشوری در جهان به مانند ایران ایزوله نیست، از نظر داخلی هم که این وضعیت هست و مردم واقعا دیگه حتی کار در استخوان هم رد کرده و عبور کرده و تنها راهش و باز هم تنها راهش اینه که این رژیم باید از ریشه در بیاد و مردم در واقع میبایست به اینجا برسن که رسیدن، منتها امیدوارم که یک تشکیلات سازماندهی به وجود بیاد که بشه از دست خود ملت ایران این رژیم سرنگون بشه. بسیار عالی جناب لقایی عزیز. همونطور که اشاره کردید مسائل مختلفی واقعا دست به دست هم داد تا که ایران به از نظر اقتصادی و سیاسی به این مرحله برسه. به هر حال چپاول‌هایی که انجام گرفت، عدم مدیریت، زیاده خواهی های رژیم، پا از گلیم خود درازتر کردن در کشورهای دیگه، باعث شد که سرمایه های ایران به روس، به سوریه و عراق و یمن و جاهای دیگر بفرسته و این شرایط به وجود بیاد. شما شاهد هستید که در چندین ماه قبل ایران و روسیه قراردادی امضا کردند و حق دریای کاسپین که 50-50 بود به روسیه در واقع شد 13% حق ایران و ایران یا باج داد یا اینکه نتوانست از حق خودش دفاع کنه. از این طرف این روزها موضوع دیگری مطرح است و اون اینکه چین میخواد یک چین و ایران میخواد یک قرارداد میخوان یک قرارداد هنگفتی چند میلیاردی با هم ببندن و چین در واقع میگه به خاطر حفظ امنیت اون کادر انسانی که میفرسته و اون تجهیزاتی که میفرسته میخواد 5000 نیروی نظامی بفرسته به این عنوان. و به هر حال روس از یک طرف وارد شده در شمال و جنوب ایران، انگلیس که از اول به هر حال همیشه پاش توی ایران جا پاش هستش، چین هم این قرارداد دارن میبندن. آیا این قرارداد چین و ایران در واقع طرحیه که ایران میخواد به آمریکا چش زهر نشان بده، بگه که اگر با ما توافق نکنی، اگر تحریم ها رو بر نداری، ما میریم به طرف چین، یا اینکه واقعا قراره که این قرارداد بسته بشه و اگر که واقعا این قرارداد بسته بشه و 5000 نیروی نظامی وارد ایران بشه، این یک استعمار نو در رابطه با ایران و کشور ایران نیست؟ بفهمید. ببینید، همین که به هر حال چینیا حالا اگر این قرارداد بسته بشه تو شرایطی که فعلا ایران داره با این وضعیتی که هست، اگر بتوانن حالا یه قرارداد چند ده میلیارد دلاری ببندن و بخوان چینی اولا بکنن، عملا مسئله باز فکر میکنم نفت و گاز ایران باشه، چون این رژیم آخوندی چیز دیگری نداره که بخواد. بله، در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی هست. این هست. و همینی که چین داره میگه که اگر ما چنین قراردادی رو بندیم، نیروی نظامی برای محافظت میاریم، خود این اولا بیانگر این هست که اینقدر این کشور ناامن هست که چین مجبور نیروی نظامی بیاره. حالا میتونه این بهانه باشه به عنوان حمایت از رژیم، حتی اگر همین هم باشه، یعنی این که رژیم در ضعیف‌ترین موضع قرار داره. و یعنی مثلا چینی ها وقتی که در یک کشور افریقای قرارداد میبندن، هیچ وقت نمیگه ما نیروی نظامی داریم، یعنی حداقل در اونجا تا این حد امنیت میبینن که مثلا فرض کنید کشور سنگال بتونه از چینی هایی که در اونجا هستن به اصطلاح پلیسش و یا ارتشش محافظت بکنه. ولی تو این وضعیتی که هست
من فکر نمی کنم ممکنه حرفش زده بشه ولی وارد عمل نخواهند شد برای قراردادهای کلان و دراز مدت. چون شما مثلا اگه قرار باشه یه قرارداد 100 یا 200 میلیاردی بسته بشه مربوط به یک سال دو سال نیست، یعنی یه پروژه حتما 10 ساله خواهد بود. و تو بله، آن چیزی که به هر حال هست ظاهرا حدود 280 میلیارد دلار هست. به طور قطعی یه همچین قراردادی با این مبلغ اگه باشه، اینا باید یه چیز مثلا حداقل 20 ساله ای ببندن، که چون عملا سرمایه گذاری مثلا اگه قرار باشه حتی یه جایی اگر 20 میلیارد هم سرمایه گذاری بشه، امکان این که در یک سال اونم در کشورهای نظیر ما صورت بگیره نیست، برای اینکه پروژه باید مرحله به مرحله جلو بره. در نتیجه یه مدت زمان طولانی خواهد بود و معمولا هیچ کشوری در چنین کشورهایی نباید یه ریسکای بزرگی به این شکل بکنه. ممکنه حرفش رو بزنن ولی پای عمل که پیش بیاد، به خصوص الان وضعیت ایران در این شرایط، هیچ سرمایه گذاری چه دولتش و چه بخش خصوصیش حاضر نیست در یک همچین جامعه ای که به این شدت متشنجه و هر لحظه، یعنی مطمئنن این تنها ما نیستیم که ما میدونیم، اونها هم این رو دقیق میدونن وقتی بخوان سرمایه گذاری کلان بکنن که وضعیت به اصطلاح اجتماعی مملکت چگونه است. اگر مردم فرض کنیم 85%شون ناراضی هستن و پتانسیل اینو دارن که هر لحظه دست به شورش بزنن، معمولا سرمایه‌گذارا جرأت این رو، یعنی این ریسک رو هیچ وقت نمی کنن، چون میدونن اگر یه دفعه اوضاع برگرده معلوم نیست تا کی طول بکشه حالت عادی بشه. ولی در هر صورت رژیم اسلامی و رژیم جمهوری اسلامی دست به هر کاری خواهد زد، ممکنه بزنه. از طرف رژیم چنین چیزی خواهانش هست، ولی این که آیا طرف مقابل هم پای چنین قراردادهای کلانی بیاد، قراردادهایی که قرار باشه طولانی مدت و پروژه‌ای روش کار بشه، آیا حاضر هست سرمایه‌گذاری بکنه یا نه؟ بله، چیزهای کوتاه مدت ممکنه، یعنی چیزی که مثلا فرض کنیم 3 میلیارد 4 میلیارد یا 2 میلیارد سرمایه گذاری بکنن و بتونن مثلا در 6 ماه یا حتی اکثر یک سال آیندهش بتونن بهره‌برداری کنن و لااقل نه تنها پولشون برگرده، یه مبلغی هم سود براشون بیاد. چیزای کوتاه مدت در این حال ممکنه، امکان پذیره، ولی پروژه های طولانی مدت رو که قرار چندین سال طول بکشه تا به پایان برسه و بعد از اونجا به بعد هست که اینا میتونن محصول رو یا محصول اون به اصطلاح پروژه هاشون رو داشته باشن، در چه کشورهایی بعید از اینها بکنن، به خصوص ایران که اصلا حالا مسئله داخلی یه طرف، مسائل خارجی هم داره. یعنی در واقع تمام کشورهای همسایه در صدد این هستن که هر فرصتی براشون پیش بیاد این رژیم رو واقعا بندازن و سرنگون بکنن. الان نه دولت هم در واقع چین موافق رژیمه، منتها بحثی هست وقتی که فرض کنید کشوری میره در یک کشور دیگه سرمایه گذاری میکنه، اون کشوری که در اون سرمایه گذاری شده در واقع باید امنیت و حافظ منافع اون کشور سرمایه گذار باشه و امنیت اون سرمایه گذار حفظ کنه. اینجا مسئله اینه که چرا چین یک همچین کاریه در واقع، حالا اگر در حد صحبتم هست، میخواد که نیرو پیاده کنه و این به چه معناست؟ آیا این خب آدم فکر میکنه که اینها وقتی که با نیروی مجهز نظامی وارد کشور میشن و قراری که بلند مدت هم باشن، چه بسا اون به هر حال قسمتی که به عهده میگیرن هم فردا تصرف کنن و نیروشان به نیروی بقیه بچربه، همونطور که
به هر حال ما قراردادهای ننگینی در طول تاریخ داشتیم که چندین شهر بزرگ که الان کشورهای کوچیکی هم در مرز ایران و روسیه از ایران جدا شدن، قرارداد 100 ساله بود و الان از اون 100 سال ما گذشتیم، ولی اینها دیگه به ایران شرایط طوری رقم خورد که دیگه نه ایران رفت دنبالش که پس بگیره، نه آنها آمدن و هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی میخوام بگم که یه جور تجزیه شد. حالا چه بسا که این قرارداد با این به اصطلاح نیروی نظامی بعدها مشکل برای ایران درست کنه. و پرسش اینجاست چرا مردم ایران با تمام میدانیم، همه میدانیم که ایران مردم ایران زیر فشارن، ولی چرا به مرگ تدریجی در واقع تن دادن و یک بار برای همیشه بلند نمیشن که از یک طرف دریای کاسپیان دارن میبرن، از یک طرف چین ها به هر حال به این صورت میخوان وارد ایران بشن و از قبلم که خبرهایی بود در رابطه با بوشهر و جنوب ایران. چه باید کرد واقعا جناب لقایی؟ شما به عنوان یک سیاستمدار و اقتصاددان نظرتون چیه؟ بفرمایید. حالا من فکر می‌کنم قبل از اینکه در واقع حتی به اینا فکر بکنن، وضعیت خودشون رو اگر بدون آدم فکر بکنه می‌بینه چرا واقعا مردم، البته تو حالا چندین بار واقعا ملت بلند شدن و اگر ما الان رو هم نگاه بکنیم مرتبا میشه گفت که در بسیاری از شهرهای ایران مرتبا تظاهرات هست، ولی خب باید نقش اپوزیسیون هم دید. واقعا اون نیروهای سیاسی و الیت جامعه که تا الان نتونستن این هماهنگی رو با هم به وجود بیارن، آخه مردم هم باید به یک جایی چشم امید داشته باشن. خب وقتی اینها نتونستن به جایی برسن، خب مردم هم مرتبا میان تو خیابون میبینن نمیشه. یعنی در هر صورت البته من فکر میکنم اگر هم واقعا نیروی اپوزیسیون نتونه این هماهنگی رو مقابل خودش به وجود بیاره، حتما یک شورش اجتماعی عظیم صورت خواهد گرفت به شکل یک انفجار واقعا، و این رژیم رو به اصطلاح از ریشه بیرون خواهد کشید. ولی خب بعدش چه خواهد شد نمیدونم، ولی باید لااقل سازماندهی اپوزیسیون جوری باشه که وقتی شرایط اجتماعی به اینجا رسید بتونه جامعه در واقع تحت یک کنترلی باشه، اینطوری نباشه که از کنترل خارج بشه. ولی به اصطلاح این مسئله، خب اینا این دریای به اصطلاح کاسپیان یا مازندران رو که ایران با روسیه دوره تزاری و بعد هم اتحاد شوروی که آمد همون قرارداد رو به همون شکل در واقع تمدید کرد، توی اون قرارداد به شکل مشاع هست، یعنی همون 50-50 که شما گفتید، از نظر منابع زیرزمینی که به اصطلاح یا چیزی که در میاد، وگرنه خب اون زمان هم وقتی که وارد مثلا شوروی سابق از نظر خاک می شدن در واقع دریا باز از اونجا دیگه می شد خاک شوروی سابق، ولی منابعش به شکل مشاع ما بین دو کشور در واقع به اصطلاح تقسیم می شد. این رو الان اینها مثل اون قرارداد ترکمنچای از دست دادن، خب معلوم است یه کشوری که همه جای دنیا باش درگیر است و اینطور ایزوله شده، وضعیت بد اقتصادی داره، در درون نارضایتی به حد اعلا رسیده، واقعا میشه گفت 90% ملت لااقل از اینها به حد تنفر ناراضی هستن. خب توی همچین وضعیتی قرار بگیره برای اینکه خودش رو نجات بده به هر ریسمانی آویزون میشه، منطور ریسمان روسیه هیچ وقت در واقع برای نه در الان نه در گذشته های دور هیچ وقت ریسمان قابل اعتمادی نبوده و همیشه این روزها
این ریسمان رو به دست هر کسی دادن خودشون پاره کرد. حالا این اصلا همیشه اینطوری بوده، این وضعیت روسیه بود. حالا این چطوری میخوان؟ و خب اونا فکر منافع خودش میکنن، مضافاً به اینکه روسیه هم خودش کلی مشکلات داخلی داره. ولی در مورد چین، اولا چینی‌ها یک کاری که میکنن در هر جایی میرن که الان بعضی از دولت‌ها متوجه شدن و این کارها و این قرارداد رو به این شکل با اینا می‌بندن، و اون این که هر جایی میرن در اکثر کشورهای جهان که رفتن، هر پروژه‌ای که به اصطلاح قرارداد شده بندن توش هم قید میکنن که کارگراش هم خودشون بیارن. و این درسته وقتی یک کشوری پروژه مثلا ما با آلمان یا با امریکا یا با فرانسه هم ما یه قرارداد ببندیم، در هر صورت چون اونا میگن سرمایه گذاری میکنن، خب تعدادی از مدیران طرح‌هاشون و متخصصینشون رو برای به اصطلاح نظارت بر طرح میارن. اما در همون طرح ها حتی متخصصین ایرانی و کارگران بدون شرط همشون به اصطلاح فرض کنید اگر ایران باشه ایرانی هستن، یا کشورهای دیگه، این کشورهای به اصطلاح غربی که قرارداد می‌بندن. ولی چینی ها درست عکس این هم عمل می‌کنن، عکس اینه، یعنی میگن با اکثر کشورها این قرارداد رو بستن، البته نه اینکه نیروی نظامی ببرن، ولی کارگر از خودش بشه. الان بسیاری از کشورها زیر بار چنین قراردادهایی نمیرن، میگن آقا ما لقایی وقتی که تمام بیشتر کشورهایی که سرمایه گذاری داشتن در ایران و کار میکردن، وقتی تحریم های آمریکا اتفاق افتاد اکثرا رفتن و الان هم جرأت سرمایه گذاری ندارن، چون میدونن کشور امنی نیست و هر آن ممکنه همه چی به تصرف کشور میزبان در بیاد. حالا شما فکر نمی کنید که در این وانفسا که چین آمده و همچین به هر حال چین و ایران همچین ادعایی دارن، رقابتی بین چین و آمریکا باشه این موضوع؟ البته ببینید، میگم این حرف الان حتی چینی ها هم جرئت نمی کنن، یعنی نفت ایران هم معلوم حالا اگرم بخرم به شکل قاچاق می خرن، چون چین لااقل تا الان، حالا که الان چون به اصطلاح حق گمرکی در واقع الان ترامپ به اجناس چینی بسته و باز هم میخواد بازی رو افزایش بده، البته میگن که چین در واقع این تحریم های آمریکا شاملش نمیشه و یک چیز مجزاست. نه 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 نه، اصلا امکان نداره، یعنی امریکایی با اونا چون هیچ کس رو به اصطلاح به طور رسمی معاف نکردن، حالا ممکنه بعضی جا چشمشون ببندن، ولی لااقل چون نمیشه شد. اگر چین رو معاف کنه ژاپن هم مثلا فرض کنیم این رو میخواد، یا کره جنوبی هم این رو میخواد، حالا تو آسیا رو اگه ما بگیم. ولی چینی ها در سال 550 میلیارد دلار به امریکا صادرات دارن. البته خب صادرات چون محصولاتیه که شاید برای خود امریکا هم صرف نکنه در اونجا درست بکنن، مثلا چه میدونم اسباب بازی یا لباس نمیدونم و از این قبیل چیزها، ولی هیچ وقت نمیاد این بازار رو مثلا برای یه بازار 10 میلیارد دلاری حد اکثر بخواد از دست بده. مضافاً برای این که واردات چین از ایران فقط میتونه نفت باشه، ولی واردات چین از امریکا تکنولوژی پیشرفته است، یعنی البته نه همش، بخشش هم محصولات کشاورزی امریکاست، ولی بخش اون چیز عمدهش از کشورهای پیشرفته جهان نظیر امریکا، نظیر آلمان، چه میدونم فرانسه یا مثلا ژاپن یا انگلیس، در واقع تکنولوژی پیشرفته رو از اینا میخواد. یعنی این دوتا باز خیلی تفاوت داره، از یه طرف بازار، از یه طرف واردات چین فرض کنیم از ایران، و یا تفاوتش با واردات چین از کشورهای پیشرفته جهان. نفت رو اگر مثلا در روز 500 هزار بشکه وارد کنه، این رو راحت میتونه از سایر کشورهای نفتخیز بگیره، حتی از خود امریکا. ولی تکنولوژی پیشرفته رو
مثلا نمیتونه بره از ایران بگیره. این میبایست بعضی چیزها رو حتما یا از آلمان بگیره یا از امریکا بگیره یا از فرانسه بگیره. به هر حال این است که حتی توی مبادلات چه بازاری که براش هست و چه بازار داخلی خودش که نیاز به این گونه تکنولوژی ها داره، روابطش بسیار متفاوته با به اصطلاح مثل ایران. برای چی همه کشورهای اروپایی و یا سایر کشورها به محضی که امریکا فقط خودش تحریم کرد میده؟ یعنی چیزی نیست که سازمان ملل تصویب کرده باشه و سایر کشورها را به اصطلاح ملزم کرده باشه این کار رو بکنه. وحشت دارن نه اینکه کشورها، بلکه ما هممون میدونیم در کشورهای پیشرفته جهان دولت هیچ تسلطی بر روی شرکت خصوصی نداره. یعنی دولت آلمان هیچ وقت نمیتونه به مثلا مرسدس بنز یا شرکت زیمنس یا چندان فولکسواگن یا هر شرکتی بگه شما باید با ایران معامله کنید. میگه اصلا تو چیکار هستی که دولت خودش هست که به من میگی من معامله کنم، من سود و زیان خودم رو در نظر میگیرم. و طبق قوانین هم اصلا دولت ها نمیتونن به بخش خصوصی دستور بدن که با چه مثلا جایی معامله داشته باشه با چه جایی نداشته باشه، مگر مسئله امنیت اون مملکت پیش بیاد، اون موقع چیز دیگه است. ولی در حالت عادی هیچ وقت نمیتونن. به همین دلیل هم دولت ها دولت اروپایی دلشون میخواد رابطه داشته باشن، ولی شرکت های به اصطلاح خصوصی کشورهای اروپایی که هر کدومشون واقعا قولهای میلیاردی هستن، یعنی چند صد میلیاردی هستن، نه اینکه مثلا یه میلیارد یا دو میلیارد سرمایه داشته باشن، اینه که اینا حاضر به معامله نیستن هیچ وقت، چون براشون بازار امریکا و یا بازارهای دیگه براشون بسیار بسیار پر اهمیت تر از در واقع اروپا بخواد هر معامله با رژیم انجام بده، که خیلی هم اتفاقا میخواد که این کاری بکنه و حتی قرار بود که پولی در اختیار رژیم بذاره، منتها خب باید آمریکا در واقع تایید کنه و آمریکا تا برکنون تایید نکرده، ولی ظاهرا به نظر میاد که چین از این قاعده مستثناست. برگردیم به موضوع اپوزیسیون. جناب لقایی عزیز، شما که یک کنشگر سیاسی هستید متوجه این قضیه هستید که مرتب احزاب و سازمان‌ها و تشکلات یک نفر دو نفره در واقع ایجاد میشه، اسمی میذارن، آرمی میذارن و فرض کنید یک حالا حزب میاد و میگه که من الان 30 سازمان یا 30 حزب دیگر آمدن و به من پیوستن، در جایی که در درون این حزب‌ها و سازمان‌ها و تشکلات ممکنه 2-3 نفر باشن و مقاصدشان هم واقعا معلوم نیست، فقط یک حالا چیزایی میگم ظاهری آراسته میکنن، اسمی میذارن و سایتی میزنن. ما با این اپوزیسیون در واقع به کجا خواهیم رسید و واقعا تکلیف چیست؟ الیت جامعه و روشن فکر جامعه چه نقشی دارد که امروز اون نقش بازی نمی کنند؟ بفهم والا اگر به همین نحوی که تا الان پیش رفته به هیچ جا نخواهد رسید. آخرش خود مردم واقعا با یک شورش و با یک به اصطلاح جنبش عظیم اجتماعی ممکنه تو فاصله 10 روز یا 15 روز این رژیم رو کلکش رو بکنن. عملا هم تاریخ قرن 20 این رو نشون داده، رژیم هایی که به شدت استبدادی هستن مثل ایران، مثلا نظیر همین حکومت جمهوری اسلامی، تاریخ لاقل 100-110 سال پیش این رو نشون داده که یک دفعه یک شورش عظیم اجتماعی در گرفته و یک دفعه تومار یک رژیمی رو در فاصله 2 هفته یا 1 ماه به اصطلاح به هم پیچیده و از ریشه درش آورده و انداخته کرده. ممکنه جامعه به این به حال به این مرحله برسه و حتما هم خواهد رسید اگر اپوزیسیون کاری نکنه.
و این واقعا جای تاسفه. اینی که الان شما دیدید درسته که چرا اپوزیسیون که لااقل همه اونایی که حالا ما بگیم اپوزیسیون واقعی، یعنی اپوزیسیونی که میخواد این رژیم براندازی بشه و در واقع ریشش در بیاد، چرا نمیتونن؟ نمیدونم، والا بخشش به نظر من خصوصیات شخصی افراد که اصلا نمیشه، بخشش یک مقدار حالت بدبینی هست. البته بدبینی اصلا سیستم های استبدادی به طور حالا چه استبدادی ضعیفش چه قویترش چه میدونم ایدئولوژیکش که دیگه بدتر، یک مقدار همه آدم ها رو در جامعه نسبت به هم بدبین میکنه، به این معنا که چون در عمل دیدن در جامعه اگر کسی حرفی زده صحبتی کرده چیزی شده، یه دفعه یه نفری آمده و آمدن خونش و شب و گرفتن و بردن و یا تو خیابون دستگیرش کردن و برداشتن بردنش، خود به خود این حالت بدبینی رو وجود میاره که آدم هر آدمی اعتماد نکنه. این وقتی طولانی شد به صورت یه خصلت در میاد که آدم ها همه نسبت به هم بدبین هم مدر این که کاملا خود بشنسن. باید با این خصلت مبارزه کرد، لاغل اونه که در خارج از کشور هستن که یه همچین مشکلی نداره. یعنی این حالت بدبینی اون حالت به صلاح آیا همش واقعا بدبینیه یا اینکه یه بخشش کاسبکاریه یه بخشش به هر حال ماموریت دقیقاً اونا اینا میاد اون خصوصیات فردی آدم ها. آره که مثلا از نظر فردی طرف میخواد فرض کنیم مده‌ای رو دور هم جمع بکنه و از اون حالا یه چیزی ببره، ولی هیچ کدوم اینها به نظر من هیچ کدوم اینها دلیل بر این نمیشه که به اصطلاح این اپوزیسیون نتونه دور هم جمع بشه و مبارزه پیش نره. جامعه خودش کار خودش رو خواهد کرد، منتها نقش الیت جامعه، نقش اون کسانی که میخوان نقش داشته باشن واقعا برای اینکه اون جامعه از این وضعیت نجات پیدا کنه، باید این بدبینی ها و این نمیدونم خصوصیات های فردی اینها چیزی نباید بشه برای مانع بودن. درست مثل این میمونه که اگر قرار باشه یک گروهی دست یا یک سازمان یا یک تشکیلاتی دست به بازه بزنن، بگن هر آن احتمال داره مثلا یه نفر از اطلاعات اون رژیمی که نبردش هستن حالا پرسون ایران مثلا نفوذ کنه، خب اگه اینطوری باشه هیچ کس نباید وارد مبارزه بشه. یعنی میبایست این مسائل واقعا کنار گذاشته بشه. شاید هم الان نسبت به وضعیت اجتماعی ایران که ما داریم در شرایطی که جامعه ما قرار داره، شاید هم واقعا الان واقعا که به معنای واقعی واقعا اپوزیسیون خیلی منفیت میکنم عقب هست، تلاش زیادی میخواد که بتونه خودش رو هماهنگ با جامعه بکنه تا بتونه واقعا تاثیرگذار باشه در اون مواقع کلیدی و موقع حساس که جامعه دچار تحول و تغییر میخواد بشه. چون حالا الان یعنی نقش اپوزیسیون عمدتاً این هست که در واقع حرکت مردم رو به اصطلاح شکل بده، جهت بده و در اون شرایط تغییر نظر جامعه به یک آشوبی کشیده بشه که دیگه نشه واقعاً یه چیزی رو کنترل کرد. این اساسی ترین چیزه و جامعه رو ببره به سمت اصطلاح دموکراسی و روی حالت آرامی که بشه اون رفاه ملی رو برای مردم هم تامین. یک مشکل دیگری هم که هست جناب لقایی، افراد دلسوز به ایران و حتی برنامه دار و موقعیت شناس هست، منتها میشه گفتش که رسانه‌های بزرگ، چون نقش رسانه هاست اصلا کار اساسی رسانه ها دارن انجام میدن و این رسانه ها در اختیار کسایی هستن که یا مامورن و پول دارن پشتشان محکمه
یا اینکه نادانن یا به هر حال اون افراد مستقل و افراد کاری و برنامه دار در واقع میشه گفتش که ممکنه که یا در یک کلمه اپوزیسیون مستقل رسانه درست حسابی در اختیارش نیست که صداش صدای راستین اپوزیسیون مستقل به گوش مردم ایران برسانه، هماهنگی بین مردم و سازماندهی اون به هر حال اپوزیسیون خیلی میدونه اثرگذار باشه و ما فاقد اون هستیم. چه باید کرد واقعا در این رابطه؟ ببینید این فاقد بودن و نداشتنش هم به علت اینکه اپوزیسیون نتونسته واقعا یه بخش لااقل حالا مثلا 50% از این کسانی که میخوان این رژیم برود دور هم جمع بشن، یعنی دو مرتبه این ناشی از ضعف خود همین نیروهایی هست که میخوان این رژیم رو براندازی بکنن، چون تا زمانی که نشه واقعا یه همچین تشکلی شکل بگیره معلومه اون رسانه ها به اصطلاح از اون افراد، یعنی همون رسانه هایی که شما نام بردید که دست نیروهای طرفدار رژیم هست یا نیروهای همراه رژیم هست، خب این معلومه که اونا در واقع اونا دارن از ضعف ما استفاده می کنن، از ضعف نیروهایی که واقعا میخواد براندازی بکنه به دلیل ضعیف بودن اینها اونها میتوانن اینطوری به اصطلاح یک بازی بکنن یا رسانه‌های بزرگ رو هم داشته باشن. ممکنه اون رسانه‌های بزرگ بخشیشون مال خودشون باشه، ولی اگر این نیرو نیرویی بشود اولا خودش حداقلش با حق عضویت میتونه چنین کاری بکنه، ثانیا بسیاری دو مرتبه از رسانه‌های به اصطلاح بزرگتر حالا یا نیمه بزرگ اون موقع اصلا حاضر میشن که این امکانات هم در اختیار اینا بذارن، ولی وقتی که چیزی نیست. الان رژیم ایران، این نظام جمهوری اسلامی واقعا در تمام زمین ها فقط اقتصادی نیست، از نظر اجتماعی شما الان نگاه کنید، از نظر اجتماعی ببینید واقعا مثلا خب زنان ایران، نمیدونم مردان ایران، یعنی همه از اینا کوچکترین آزادی های فردی رو هم گرفتن. شما وقتی الان تنها این نیست که حجاب نداری، شما اجازه نداری تو اون مملکت چی میدونم مثلا یه پارتی بگیرید که بله، نه آزادی بیان هست نه آزادی اصلا هیچ آزادی وجود نداره. حالا درسته مردم تو خونه هاشون چه میدونم پارتی مخلوط میگیرن مشروب هم میخورن، ولی اینها همه چیزهایی هست که هر آن رژیم تصمیم بگیره میتونه هر خونه ای رو بره کنترل بکنه، با ترس و لرز نباید باشه اون چیزی که به صورت قانون و نرم هست. این جامعه همه چیزش واقعا پوسیده است، از نظر اقتصادی نارضایتی عمیق مردم. برای چی هنوز تونست سرپا بمونه؟ فقط این نیست که دستگاه سرکوب و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتیش دارن مرتب کار میکنن، بلکه مشکل اساسی این طرف هست که یک اپوزیسیونی وجود نداره که حالا چه از نظر داخلی مردم واقعا یک امیدی لااقل داشته باشن و چه از نظر خارجی که به اصطلاح دولت‌های خارجی هم بدون آقا این در برابر این رژیم یه اپوزیسیون وجود داره که داره حرف میزنه و یعنی به اصطلاح یه موقعیت و شرایطی داره، یعنی این ضعف اپوزیسیون هست که اون رژیم سر جاش میده، نه قدرتمندیه نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی رژیم. اونها همه پوسیده هستن به طور قطع در یک شرایط به اصطلاح جنبش بزرگ اجتماعی که واقعا به اونجا برسه بسیاری از بدنه همین نیروها، برای اینکه تو سپاه پاسداران الان سربازی میرن گیرده، خب اون کسی که عنوان خدمت سربازی داره میره که اگه ببینه که اوضاع آنچنانه حاضر نیست به روی مردم تیراندازی بکنه سرباز، خب بسیاری درجه دار هستن مثلا که فرض این درجه دار قربان یا استوار اونم همون زجر و بدبختی رو داره میکشه، یه کارمند داره میکشه یا افسران جز، اینا همه کسایی هستن که
حتما اکثریتشون، من نمیگم همشون، اکثریتشون چه در نیروی انتظامی، چه در ارتش، چه در سپاه، به مردم خواهم پیوست. این رژیم پوسیده تر از اون چیزیست که حتی در ذهن بیاد. منتها این طرف نیروی وجود نداره که این جسد پوسیده متعفن رو در واقع دفنش بکنه. یعنی واقعا در این حد پوسیدگی داره، منتها نیرو نیست که حتی این تابوت رو تا قبرستان حمله بکنه. باید این هماهنگی و این به اصطلاح همبستگی ما بین اپوزیسیون پیش بیاد. مردم هم معلومه وقتی چه چیزی رو ببینن که واقعا نیروی هست که میخواد این رژیم بره و جاش در اون مملکت آزادی و دموکراسی و رفاه برای مردم بیاد به معنای واقعی، حتما پشتش خواهند ایستاد و هر هزینه ای هم خواهند. بسیار عالی جناب لقایی گرامی، سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتی و امیدواریم که اپوزیسیون و مردم به هر حال یک همدلی و همبستگی بینشان ایجاد بشه و بسیاری از مشکلاتی که می رود که واقعا به فروپاشی ایران بیانجامد را جلوگیری کنند و اتفاق منتظر اتفاقات خوب باشیم. فرصت بسیار خوبی برای در واقع تغییر و تحول در ایران به وجود آمده. طی این 40 سال شاید همچین موقعیتی برای ایران پیش نیامده بود. ایران رژیم در حالت ضعف هست و جهان در برابرش میشه گفتش که اکثر کشورهای بزرگ در برابر ایران ایستادن و شاید این موقعیت عالیه که مردم و اپوزیسیون به خودشان بیان و در واقع اپوزیسیون از اون حالت فردگرایی و جمعگرایی خودش در بیاد، همبسته بشه با دیگر اعضای اپوزیسیون و اون چیزی که روی میزش میذاره نجات ایران باشه. سپاسگزارم، خیلی لطف کردید. متشکرم و بدرود به همه هموطنان. خواهش میکنم و بدرود با بینندگان نازنین الوند تیوی.